عباس میلانی پس از درگذشت استاد شجریان در گفتگو با بی بی سی فارسی از موضوعی صحبت می کند که تاکنون در هیچ رسانه‌ای مطرح نکرده است. او از طرح قانون اساسی ایران توسط استاد شجریان پرده بر می دارد. ایشون سالها پیش متن رو در اختیار من گذاشت و گفت زمانی که مناسبه چاپش کن و من رو در اولین فرصت چاپش خواهم کرد، متن قانون اساسی برای گذار به یک ایران دموکراتیکه که او سالها با مشورت حقوق دانان و سیاست مداران در تدارکش بود. در این گفتگو عباس میلانی اشاره می کند که شجریان به او متن قانون اساسی جدیدی را ارائه داده است و گفته است هرگاه صلاح دیدی آن را منتشر کن. در این که عباس میلانی با استاد شجریان ارتباط داشته است شکی نیست، اما چرا دقیقاً پس از درگذشت شجریان این موضوع مطرح می شود؟ درست در زمانی که شجریان درگذشته است و برای اثبات آن حضور ندارد. اما نکته دیگری که قابل تأمل است این پرسش است که چرا عباس میلانی در این مصاحبه سندی از متن قانون اساسی شجریان ارائه نمی کند و از جزئیات این قانون اساسی پرده بر نمی دارد. شما نگاهش کردین، میشه یک چند مورد از مواردی که بهش اشاره کردن رو، شاید مهمترین هاشو بگین برامون؟ نه تنها نگاهش کردم، با اشتیاق فراوان خوندمش و چندین بار هم در موردش با ایشون صحبت کردم. کاملا تلاشی است برای تدوین یک قانون برای دوران گذار، برای دوران گذار از جباریت فعلی به یک جامعه دموکراتیک عرفی آینده. علاوه بر آن، به گفته عباس میلانی متن این قانون اساسی نوشته شده است و فقط کافی است تا چاپ شود. انتظاری که از عباس میلانی می رود این است که با توجه به گفته خودش متن قانون نوشته شده است و برای انتشار آن نیاز به زمان زیادی نیست. راستی آزمایی این ادعای عباس میلانی تنها با انتشار زود هنگام قانون اساسی شجریان امکان پذیر خواهد بود.